سه قتل عاشقانه در روز ولنتاین تهران، جزئیات کشته شدن سه زن. به گزارش رکنا، اولین حادثه ساعت 2 بعد از ظهر چهارشنبه 25 بهمن ماه در روز ولنتاین به پلیس اعلام شد. مردی که خودش رو صاحب یک تالار در شرق تهران معرفی کرد گفت لحظاتی قبل در اتاقه که محل استراحت و اسکان کارگران تالار با جسد زنی ناشناس روبرو شدم. میخوایم جزئیات این قتل ها رو بدونیم. اول ازتون میخوام که لطفاً ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب رو بزنید، عضو کانال بشین و زنگوله کنارش رو روی آل بذارید که ویدیوهای این مدلی از کانال ما به دستتون سریعاً برسه. به دنبال این تماس موضوع به بازپرس اعلام شد و تیم جنایی راهی صحنه قتل شدند. جسد متعلق به زنی 40 ساله بود که با ضربات متعدد جسمی سخت به سرش به قتل رسیده بود. میله آهنی آغشته به خون هم در چند قدمی جسد دیده میشد. در بازرسی جیب های مقتول هیچ مدرک شناسایی که هویتش رو برملا کنه به دست نیومد. متخصصان پزشکی قانونی زمان مرگ رو یک شب قبل اعلام کردند. از اونجا که یک کارگر افغانستانی 27 ساله در اون اتاقک سکونت داشت و از زمان قتل متواری شده بود، فرضیه ارتکاب جنایت به دست او قوت گرفت. بازپرس جنایی دستور بازداشت او رو صادر کرد و یک ساعت بعد کارآگاهان اداره 10 پلیس آگاهی پایتخت موفق به دستگیری مرد جوان در خونه خواهرش شدند. متهم وقتی با مدارک پلیسی مواجه شد به قتل زن ایرانی اعتراف کرد و گفت یک سالی میشه که به عنوان کارگر در تالار مشغول به کار هستم. مدتی قبل با فتان آشنا شدم. از اونجایی که نمیتونستم حساب بانکی به نام خودم داشته باشم، پولهامو به او میدادم تا برام پس انداز کنه. حدود 70 میلیون تومان پول به فتانه داده بودم، اما وقتی پولهام رو خواستم بهونه آورد و پرداخت نمیکرد. شب حادثه وقتی پیشم اومد، چون از دستش عصبانی بودم، اول با مشت و لگد و بعد از اون با میله آهنی به جونش افتادم. وقتی متوجه شدم نفس نمیکشه، فرار کردم و به خونه خواهرم رفتم. با اعتراف مرد جوان به جنایت، به دستور بازپرس شعبه 11 دادسرای امور جنایی پایتخت، او در اختیار کارآگاهان اداره 10 قرار گرفت و تحقیقات برای شناسایی هویت اولیای دم ادامه داره. قتل مرموز در اتاق خواب. عصر 25 بهمن ماه قتل زن میانسالی از سوی ماموران کلانتری نواب به بازپرس اعلام شد. با گزارش این خبر تیم جنایی راهی محل جنایت که طبقه اول خونه در محدوده نواب بود شدند. با ورود به خونه اونها با جسد زن 53 ساله‌ای روی تخت خواب در حالی مواجه شدند که روسری دور گردنش گره خورده بود. معاینات اولیه متخصصان پزشکی قانونی علت مرگ رو خفگی اعلام کرد و این در حالی بود که از زمان مرگ 8 ساعت میگذشت. آثار خراش روی دست زن میانسال حکایت از درگیری او با قاتلش داشت. همچنین بررسی ها نشون میداد که طلاهای مقتول هم به سرقت رفته. در ادامه تحقیقات زن همسایه که جسد مقتول رو پیدا کرده بود گفت مهناز و همسرش همیشه با هم اختلاف داشتن و با وجود اینکه هر کدوم از اونها ازدواج دومشون بود و از طرفی 3 فرزند هم داشتن، اما اغلب اوقات صدای دعوا و درگیری اونها به گوش می رسید. ساعت 11 صبح بود که شوهر مهناز با من تماس گرفت و گفت بچه‌هاش مدرسه هستند و هر چه به تلفن همسرش زنگ میزنه پاسخ نمیده. به همین دلیل نگران همسرش شده بود و از من خواست که با او سر بزنم. من هم خودم رو به آپارتمان اونها رسوندم. چندین بار زنگ زدم، اما کسی در رو باز نکرد. بعدش در رو هل دادم که باز شد. وقتی وارد خونه شدم هر چی صداش کردم جواب نداد، اما ناگهان در اتاق خواب جسدش رو پیدا کردم. در ادامه تحقیقات بازپرس شعبه 11 دادسرای امور جنایی پایتخت دستور بازداشت شوهر مهناز و بازبینی دوربین‌های مداربسته ساختمان رو برای روشن شدن واقعیت ماجرا صادر کرد. جنایت در شب ولنتاین. ساعت 12 شب چهارشنبه 25 بهمن مرد جوانی در حالی که به سختی قادر به صحبت بود با برادرش تماس گرفت و از او خواست به محلی که میگه بره. مرد جوان بعد از اینکه برادرش امیر برای موبایل او لوکیشن ارسال کرد، خودشو به اونجا که در شمال تهران بود میرسونه. ناگهان کنار بزرگ را با خودروی پراید سفید رنگ برادرش در حالی مواجه شد که برادرش و همسر او داخل خودرو بودند. اما به محض نزدیک شدن به خودرو با صحنه وحشتناکی مواجه شد. با
برادر و همسرش خونین روی صندلی جلوی خود رو قرار داشتن. مرد جوان بلا فاصله با اورژانس و پلیس تماس گرفت و دقایقی بعد امدادگران راهی محل شدند. در معاینات اولیه امدادگران اورژانس مرگ زن جوان تایید شد، اما شوهرش مجروح و نیمه جان بود. بدین ترتیب موضوع به بازپرس اعلام شد و تیم جنایی راهی محل شدند. بررسی ها نشون میداد زن جوان به نام شهره با 5 ضربه چاقو که هم از مقابل و هم از پشت به او وارد شده بود جان باخته. مرد 26 ساله هم با ضربات چاقو به شدت زخمی شده. به دستور بازپرس جنایی مرد جوان به بیمارستان منتقل شد و برادر او که موضوع را به پلیس خبر داده بود گفت شهره که دختر خالم هم بود 6 سال قبل با برادرم عقد کرد. اونها به مناسبت شب ولنتاین با هم بیرون رفته بودند که برادرم تماس گرفت و از من خواست خودم رو به او برسونم. من هم خودروی همسایه‌مون رو قرض کردم و خودم رو به موقعیتی که او برام ارسال کرده بود رسوندم. بازپرس شعبه 11 دادسرای امور جنایی پایتخت دستور بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف محل حادثه، تحقیق از مرد زخمی پس از بهبودی و رازگشایی از این جنایت رو صادر کرد. نظرتون درباره این سه قتل و این اخبار چیه؟ حتما توی کامنت ها بنویسید. لایک این ویدیو یادتون نره و اگه به این موضوعات و این ویدیوها علاقمند هستید حتما توی کانال ما سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش روی آل قرار بدید تا ویدیوهای دیگر. خدا نگهدار.